أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قاتل و ضارب فاطمہ تو زہرا می بو تو مسلمان ہا بشما اگر اجازہ می دہات نگر اجازہ می دہات کہ دختر فاطمہ تو زہرا را در عقد حضرت عمر بیارن. غیرت و شجاعت و حمت و حضرت علی اجازه میدا که ظارب کبود کننده پهلی فاطمه را دختر فاطمه را به عقد نکاح او بدن. کینه این هم حرف علکی نیست. اولاد حضرت علی از فاطمه و زهرا چهار نفر از ایشان امام حسن، امام حسین، زینب کبرا ملقب به عقیلا، زینب صغرا هست که منکه هست به ام کلثوم. پس درباره نکاح ام کلثوم حرف میزند. ابن شهر آشوب از کتاب امامت ابو محمد نوبختی روایت کرده ام کلثوم را عمر ابن خطاب تدریج کرد. عمر ابن خطاب تدریجش کرد. شفته هجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ازدواج کر دارائے دو فرزند شد و در کتاب فروع کافی باب عده نوشته هست که زنی که شوهرش فوت کند کجا عده بگذراند. حضرت امام حسین میگوید که هر کجا عده بگذراند عیبی ندارد، در خانه اون شوهر متوفا یا به خانه پدرش. البته مسئله فکری بین ما آنها فرقی دارد. اگر خانه متوفا امن باشد عده باید اونجا بگذراند. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ می فرماید که روز وفات عمر حضرت علی آمد در خانه عمر و دست ام کلثوم را گرفت و به خانه خودش بود. دوتا بچه دوتا بچه سندهای معتبرشی او کنید. بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد از فاطمه و زهرا ازدواج متعدد کرد. در همین کتاب 27 اولاد حضرت علی دختر و پسر داشتن. چار تک از فاطمه و زهرا کوچکترین دختر فاطمه و زهرا در عقد نکاح حضرت عمر بن الخطاب هست و فرزندان خدا مسما به عمر، ابوبکر، عثمان. در همین کتاب نوشته فرزندان حضرت علی ابوبکر، عمر و عثمان. فرزند امام حسن عمر نام دارد. این چقدر هم بینهم سروران گرامی این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشد خدای عزوجل فرموده که من آتانی ولیان فقط آسنتهو للحرب. منتظر عذابهای گوناگون باشند که دیار در پهلو خوابیده رسول الله در جلوی روضه رسول الله قرار میگیرید. حضرت صدیق اکبر در آغوش رسول الله است. فاروق اعظم زیر پای رسول الله دست در روضه مقدس است. و تهمت که این صحابی عظیم الشان تهمت قتل دخت رسول الله را میزنید. و دم از وحدت اسلام این عمر از این تهمت ها سانه ها دور نمی شود. به خدا قسم برای شما بدر، برای شما بدر، عمر است. او در پهلوی محمد رسول الله خوابد و فردای قیامت
فرمود دو اسیر با من بلند می شوند باز من می آیم به جنت البقیع اهل جنت را خدا بلند می کند باز می آیم به مکه اهل مکه را خدا بلند می کند شما این انسان عزیز این انسان بسیار مقدس چنان تهمت عظیمی را می زنید که قاتل فاطمه و زهرا با دختر فاطمه و زهرا هم در عقد نکاح او هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل فاطمه و زهرا را نامش را بر بچه های خود بگذارد این انصاف هست و خدا از انصاف بسیار دور است و همه این بزرگان اهل شیعه نوشتن که فاطمه و زهرا وفات کرده است سندهای بسیار معتبر سندهای بسیار قوی و شهادت فاطمه یک واهی یک یهودی و نصرانی روایتی آورد و این شما دیگه نقل کردی که بله حضرت عمر داغدار میکنی به خدا قسم حضرت عمر داغدار نمیشود حضرت عمر در آغوش محمد صلی الله علیه و سلم هر سال میلیون ها انسان وقت در مواجهه رسول الله قرار میگیرند به خدا قسم سال آنها میلرزد دست و پارا بزرگترین محدثی بزرگترین شمشیر زنان وقتی اونجا قرار بگیرد به خدا حواس این وقته بیشه نمیداند بطور صلات و سلام ترکی میکنه هزاران صلات و سلام بر روان اصحاب رسول الله اهل بیت رسول الله باشد خدایا ما با محبت اصحاب رسول با محبت اهل بیت رسول زنده نگهدار و موت بده